د ستر واکمن په نامه د تلو ټلویزیون او لمر ټلویزیون ګران ولیدونکو تاسو ته خرغلاس وایم د روجمات خبرونه ته په سلامونو او نیکی هلی استاسو هرکلی کوو. په پیل کې د کابل د نننۍ خونړۍ پیښې په اړه د افغانستان ټولو وګړو ته په ځانګړې توګه د کابل ښاریانو ته تسلیت وړاندې کوم. روژه چې د خیر برکت او د عبادت میاشت ده، د وطن او د اسلام دشمنانو د دې میاشتې د دې مبارک میاشتې درناوی هم ونه کړ او له بده مرغه زموږ یو شمېر زیات وطنوال او بېګناه خلک یې شهیدان کړل. زه ټولو شهیدانو ته جنتونه غواړم، ټپیانو ته عاجل شفا غواړم او کورنیو ته هم د جمیل صبر غوښتنه کوم. ما هم سلام تقدیم میکنم و تسلیت میگم برای تمام هموطنان عزیزم و میدانم که امروز هر قلب داغ داره و هر چشم اشک داره و آرزو میکنم که خداوند در وطن ما صلح و آرامش بیاره و البته به برکت ماه مبارک رمضان که دیگه افغانستان هیچ مادر هیچ فرد افغان قلبش غم نبینه و برای شهدا بهشت برین و برای زخمی ها شفای عاجل از خداوند یکتا آرزو میکنیم. بله، در طول افغانان و پسیر در کابل خاریان و پسیر زموج در طلو تلویزیون کورنه زموج همکارانم پدی غم کی غمجندی او لبد مرغه زموج یو تن همکار ګران همکار عزیز نوین چی د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې کار کوي هغه هم د دې پیخي قرباني شو. د ګران همکار عزیز نوین کورنۍ ته هم زه د جمیل صبر غوښتنه کوم او دته بیل شکل چې د ځای به جنت دي، ځکه چې ډیر خوش اخلاق ځوان وو، همیشه خندا او مسکا په شونډو باندې وه. ځای لري چې د خبرونې په لومړنۍ برخه کې مونږ د نننۍ پیښې شهیدانو ته د هغوی ارواح ته دعا وکړو. په دې برخه کې د قاري صاحب تمیم مدرسه څخه هیله کوو چې د څو مبارکو آیاتونو په لوستلو سره زموږ دغه برخه تبرکي کړي او د شهیدانو روح ته هم قاري صاحب تمیم مدثر او پوپلزی صاحب دعا وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإن إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفرهم ورحمهم ولا تعذبهم وجعل الجنة مثواهم إنا لله وإنا إليه راجعون تشكر از قرسب مدثر که تلاوت کردن آیات از کلام الله مجید را ما هم سلام خدمت تقدیم می کنم خدمت شما بیننده های خوب تلویزیون های طلوع و لمر و عرض تسلیت دارم به خانواده های شهدا و مجروحین حادثه المناک امروز و از الله متعال جل و علا شانه دعا می کنم که برای شهدا جنت فردوس و برای مجروحین شفای عاجل و کامل نصیب بگردانه دقیقا ماه مبارک رمضان ماه اخوت و همدلی هست ماه وحدت و یک پارچگی هست ماه محبت و مهربانی هست اما دشمنان اسلام و دشمنان افغانستان این ماه مبارک رمضان را نادیده گرفته و بالای امت اسلامی و مردم زجر دیده و رنج کشیده افغانستان رحم و ترحم نکردند بلکه امروز تعداد زیادی از هموطنان ما را در غم و اندوه نشاندند امروز تعداد زیادی از هموطنان ما متاسفانه که در این حادثه شهید شدند و تعدادی هم مجروح شدند کسی شوهر خود را کسی مادر خود را کسی پدر خود را کسی خانم خود را و کسی پدر و برادر و خواهر خود را کسی فرزند و دختر خود را از دست داد میخوایم که از جناب استاد بپرسم در این مورد که الله متعال جل و علا شانه در رابطه با قتل های ناحق چی گفتن و کسایی که ناحق مسلمان ها را به قتل میرسانند و میکشند چی فرموده الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم با اجازه شما و همکاران شما و بینندگان حد گرامی ببینین ماه مبارک رمضان ماه تقوا ماه برادری ماه وحدت ماه ایثار و فداکاری هست ماهی است که پروردگار متعال در ما دروازه رحمت خود را برای مسلمان ها باز کرده ماهی است که الله جل عظمته گناه های انسان را می بخشه ماهی است که پروردگار متعال جل عظمته در مقابل هر عمل نیکی که انسان انجام میده بر انسان پاداش بیشتر را نصیب میکنه اما متاسفانه اگر در این ماه انسان گناه میکنه یعنی بزرگترین جنایت را انجام داده هر نوع گناهی که انسان انجام بده خصوصا قتل یک مسلمان الله جل عظمته در قرآن عظیمشان میفرماید که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما کسی که یک مسلمان را ناحق میکشه خونش را میریزه الله جل عظمته بالا از او غضب میکنه و لعنت الله بالا از او انسان میشه و انسان همیشه به جهنم میره واقعا این ماهی است که انسان ها باید دست انسان های دیگی را بگیره ماهی است که باید تعاون همکاری با دیگرا بوده باشه حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه می فرمان که پیش از اینکه ماه مبارک رمضان داخل می شد رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک خطبه را بیان می کرد برای مسلمان ها و مفهوم مختصر و خطبه این است که ای مسلمان ها ماه می آید که روزی از او بالای شما فرض است ماهی که ماه صبر هست که مسلمان ها اگر صبر بکنن الله جل تو بر از اونا اجر میده بنان کسانی که امروز شهید شدن الله جل عظمته شهادتشان را قبول بکنه و به خانواده ایشان ان شاء الله صبر جمیل نصیب بکنه زنده باشین تشکر بیننده های عزیز حال یک وقفه کوتاه داریم و در ادامه با همکارای خوبم مجیب جان و هدیه جان باشین با افتاری از تلویزیون های طلوع و لمر خوش آمدین دوستا و حال هم ما در بخش مساعدت و همدردی هستیم و در این بخش برنامه ورزشکار نامدار کشور و قهرمان مبارزه آزاد احمد ولی هوتک با ما هستند هوتک صاحب رضایت خرق لست در رجمات خبرونی تا هیله ده چی نن روز پتازو بندی پخیر تیره شوی بی او
تاسو ساس کورنۍ او دوستان د پیغې نه په امان کې اوسئ. د ستر واکمن خدای په نامه شروع کوم. په سر کې تاسو سلام او د تلو تزون ټولو لیدونکو ته سلام. په سر کې نننۍ خونړۍ پیښه په کلکه غندمه. الله دې زموږ د وطن دښمنان تباه او برباد کړي. هغه کورنۍ چې نن د غم په ټغر ناست دي، د جمیل صبر ورته غواړم، شهیدانو ته د جنت فردوس غواړم. خدای دې وکړي چې بیا هم داسې پیښه زموږ په ګران هیواد کې، کابل کې، په ټول افغانستان کې تکرار نه شي. نن به څنګه کورنۍ روژه ماتوي او چې هغوی خپل ډېر ګران او د زړه ټوټې له لاسه ورکړي، هغوی به څنګه د روژه ماتي په سترخوان باندې کښېني؟ کسان چې شهیدان شوي دي او خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، واقعاً ډېره سخته ده. بله مجیب جان، من فکر میکنم که تنها خانواده هانی در افغانستان متاسفانه که تمام مردم افغانستان داغدار هستند و امروز کسایی که شهید دادن اونا هم جگرخون هستند، کسایی که دوستایشان است، اقاربشان است و ما تمام مردم جگرخون هستند. مشترک درده، درد مشترک همگی است متاسفانه. هوتک صاحب، که داد وطن او اسلام دشمنان ستاسو سره په رنګ کې برابر شي، تاسو به څه ورسره وکړئ؟ زه واقعاً هر مسابقې ته ځم، په مقابل کې مې هر څوک چې هغه ځان ته د وطن دښمن او د هېواد دښمن، هغه ته بېرته دا وایم چې زه افغان یم، تا په وړاندې متن وایم. افغانیت یعنې شجاعت، افغانتوب یعنې مېړانه. همدا احساس ماته انرژي راوښي، یعنې که دا ماته په رنګ کې په ګوته راشي، څونه انرژي سره هم ټوله به استعمالوم. خدای دې جزا ورکړي. ستاسو دغه لیاقت لا نه لري چې تاسو هغه ووهئ. الله دې ووهي، بل شکل خداوند بر اونا جزا بته و بر تمام مردم ما صبر بتن. من میخوایم آقای هوتک بفهمم که چی دلیل است که شما ماشاءالله در هر مسابقه ای که میرین موفق و پیروز برمیگردین، دی چی راز است؟ اول توکلم به خداوند. تو یک احساس است که پیشترم گفتم ما افغان هستم، همین که افغان هستم، افغانت خود شجاعت است، غرور است. در مقابل هر حریفی میگم که ما در مقابل شکست قبول ندارم. ما پیش از مسابقه آمادگی خیلی کامل میگیریم. دو ماه سه ماه سر خود خواب خوردن، اما چطورم آرام میکنم. فقط میگم که باید در این مسابقه پیروشم و افتخار برای بیرقم، افتخار برای افغانستان ببخشم. بله، و دعای تمام مردم هم با شما هست. انشاءالله. هوتک صاحب، نن در مساعدت او همدردی برخ کی تاسو دلته ملمانه یاستی او په دې برخ کې مونږ کوشش کوو چې د خبرونې لاري او د خپلو ګرانو ملمنو د تاسو لاري د بیوزلو کسانو سره مرسته وکړو. لمړی غواړم چې تاسو نظر د مرستې، کومک او مساعدت په اړه هغه هم په ځانګړې توګه د روژې مبارکې میاشتې په جریان کې واورم چې څومره مهم دی، څومره اړین دی. خلکو سره تاسو کومک کوئ، زه ټولو په استازیتوب د ټولو تلویزیون نه مننه کوم. واقعاً ډېره یو ښه خپرونه ده، ډېره ضروري ده، ډېره اړینه ده. یعنې واقعاً زما هم دا 45 ورځې وتلې، دا هم پرون روزه ماته همدا خلکو سره د هغوی په سرخان زه ناست وم چې واقعاً د سبا بېګه ته حیران ول. نو کاشکې دا احساس ټول خلک زموږ پیدا کړي، یعنې که دا احساس ټول ولري، بل شکه چې افغانستان کې به غریب ډېر کم پاتې شي. او ستاسو برنامه ډېره ښکلې برنامه، ډېره ښه برنامه. آیا تاسو ملتیا کوئ نن په دې برخه کې زموږ سره چې یو څه مرسته موږ وکړو، یو څه مرسته تاسو وکړئ؟ حتماً، سل په سل احوال نه. بله، و خوشبختانه شما امروز چانسی را دارین که تغییر ایجاد کنین در زندگی یکی از هموطنان ما. مجیب جان، ببینیم قصه زندگی هموطن ما را که امروز با اونا مساعدت و همدردی صورت میگیره. نوم زفر ده، ده پلار نوم محمد اسلام ده. دغه اته ده، اته ده، دغه اته ده نون لرم، دغه یو بچه لرم او ده یو خپل هم یو مداسی سره ده. دغه لاس مزوری ده چې کومه اولمه نفقه ده دی پخوله که اچومه. نو بله ایله نلرم غیر خالق پروردگارم ایله ده. مخه مې کړه چې وانی کوله چې لږ په دم باندې وم. ستا مزدوري د بل مزدوري مې کوله، خټې روز مزدوري مې کوله، خټې مې کوله، یو شی مې کول، یو ورځې به د خټو نه ولیدلی نه شم کولی. و دغه بلاک د په یو دغه لوبه مې جارو کوم او زه دا ستونه خالي کول، کثافات چلومه، ډیران چاچومه.
ضرورت مدد شه باید تاسو خپل امیرات منګه یا سیز منګه غا یا سی پولی باید تاسو تاسو منګه ضرورت حل کی دا غزت ما ضرورت دغه چې دا کوم په کرانی ولا پولی په ځای کوم په کنه باید تاسو باید راغو کې پولی شه یو مر سره تاسو وکي د ظفر پشان مونږ ډیر زیات په وزل لرو خل په وطن کې خل بده مرغه د وطن او اسلام دشمنان دوی دغه بی وزلې او غریبۍ ته لانه پرېږدي دغه بی وزل او دغه غریب ژوند اخلي لکه څنګه چې په نننې پیغه کې د زیاتو بی وزل او غریب کارانو د بی ګناه خلکو ژوند لاسه ورکړل شو دوستانو تاسو د ظفر د ژوند کیسه ولیدل چې یو سپینګری وو او تقریبا اته اولادون لري اته انجونې لري یو زوی لري او نن قرار دی چې مونږ له دوی سره همدردی وکړو هوتک صاحب د داسې کسانو ژوند ستاسو په نظر څنګه تیریږي واقعا ډېرې سخت شپې دردونکې شپې که څونه یې دوی په ژوند فکر وکړو هر شپه یې درد ده خو خدای دې په دوی ورحمېږي نور باید هر یو احساس مسؤلیت وکړو له دغسې خلکو سره اگر چې داسې کورنۍ په افغانستان کې په کابل کې بدون شک چې نورې هم ډېرې زیاتې دي خو هر څوک چې په خپل وس کومک وکړو ډېر ښه خبره ادیجان ما فکر میکنم که کهنسالا خانما و دخترایی که ناتوان هستن نیازمند هستن اینا مستحق‌تر از همه بدون شک بدون شک ما موافق هستم و میخوایم که حال دوست ما رمی پدر را که امروز مهمان ما از در برنامه داشته باشیم با خود بفرمایید پدر جان بیاییم ظفر مرد محمد ظفر است سلام سلام ظفر ماما السلام علیکم سلام علیکم خیر سلام علیکم قربانی ظفر تو کام دی خاطر شي مهربانی سه لکه سدی خاطر کینه مخه مخ دغه کیمرې ته چي تاسو مبارک گیره او سیرټول وګوري خیر خو خو سی خو خبر دو سی روزه څنګه تیریږي والله خدای تیرینو فوش لږه لږه لا اوس نو لا تړل دا ګوره منه کومه بچا کومه وانت ما کار نشم کوله درد میکنه کمر کمرم درد میکنه په میده یعنی دغه ری سفیر شدم په میده که قو جوانی او قوت نه مانده زه دې سن سال او په دې ناروغي باندې تاسو روجام نیسی او څو کو څو کو او څو کو د علامه قرار را پوهل موږ باندې موږ قبول داري خداوند طاعت و عبادت تا خدا تعالی کومک ورکی پوشت الله پروردگار کومک کوي بدون شک کجا زندگی میکنین د قلعه چمن هستیم قلعه چمن زه پښتو باندې وایم پښتو په کوم پارتي باندې خو زه فرمایم څه کار کوي تاسو صحبت کنین دا بلاک باغوانی مثلا ها دا بلاک به څه په د څه شاش کې باغوانی ما او تاسو ول تاسو کار نه کوي تاسو اولادونه کار کوي تاسو انجینی وای څه کار کوي نغه یې څه کار نه کوي چې هغه یو څه د دوه انجینر کې مې پوښتنه سبق وایي هغه سبق وایي او دغه یو ځکه چې مسله زیاته راته بلکې جارو کوي او زغفله د کتابه اقتصادونه خالي کوم او رومه کراچي کې شم ډیران ته ورم خالي کوم دا تاسو وسنګ ته چې ناس ته احمد ولی هوتک دا پیژنې کنه ته ورته وګوره دا د کوم وخت لیدل دی کنه جوان قهرمان ورزشکار احمد ولی هوتک زمونږ ډیر نام تو اتل دی دا ورزشکار دی شکه چې دا از ما دستګ نه ته قطر کال نه فوج او نن راغله دې چې تاسو سره مرسته وکړي الله دې آباد لري خدا تعالی دې چې چیرته د ارچې ته چې یو سرپراد دې وشي کامیاب دې وشي دې دې وشي و 5000 افغانی از طرف برنامه افطاری است و من نمیفهمم که آقای هوتکی را تسلیم میکنم برای شما که چند بالای زیر اضافه میکنین که بتانیم کمک بکنیم آقای ظفر مقدار شاید بگویم یا نگویم کوای خ خبر ده چی نه زغه خپل یو گوری نه ته خپل هو خپل هو نه وخت بس علی احمد علی تشکر از زیر زر افغانی د خبرونی لخوا او تکسب ساز دوه خبرونه لازر زمان لخوا لازر ډیر علی ډیر علی دا ان شاء الله په دې پیسو زر تاسو کولای شي چې خپل د ناروغي علاج مو کوي او درجی مبارک میاج د فامیل سره ختی رکی خدای تعالی بعد اباد کامیاب وسه د خالق پروردگار هر شرط چې اساس سرپرست کامیاب وسیږي مننه سر دوستانو اوس یو لنډه د ملرو له دمې څخه وروسته بیا هم زموږ سره پاتې شي پر جماعت خبرونه کې بیا به اسماء اوس نا واورو او په ګډه بدلته رجماتې وکړو
باز هم شما را خوش آمدید میگیم دوستان عزیز، کسایی که از تلویزیون لمر ما را تماشا میکنن و دوستای عزیز ما که از تلویزیون طلو بیننده هستین. بخش مساعدت برنامه افطاری است، 5000 از طرف برنامه و 10000 افغانی از طرف آقای هوتک مساعدت شد امروز برای آقای ظفر که مهمان ما هستند. و ما میخواییم که در این وقت گفتنی شما را پیامتان را بشنویم برای کسایی که توانایی کمک و مساعدت دارن. با تمام مردم ما، با تمام ملت افغانستان یک پیام دارم. یکی از اونا 100% اگر توانایی اگر زیاد نداره کم خود دارن، اگر 20 افغانیم داره 5 افغانی یک کمک کنن، یعنی 5 افغانی به یک نفر غریب خیلی زیاد هستن. ماه مبارک رمضان است، یعنی خیلی ثواب دارن. با تمام خواهش میکنم که کسایی که نیاز به کمک دارن دست از رو بگیرن و وجدان خود راحت کنن. ما ظفر په نننی روژه مات کې څه دعا کوي؟ یو دعا خو وکړه ځان ته، وطن ته، خلکو ته. تمام ته زما دعا د هغه ځان خلک پروردګار هم کامیاب لره خدای تعالی ما سرفراز لره خدای مینه په دین خواره، نه په دنیا خواره و نه په هغه خواره و ژوندي اوسه کامیاب. دغه تاسو ما سره کومک کړی دم هم مل و ته هم ژوندو ته خدای ورسه، ژوندو ته خدای خیر پېښي او مل ته خدای د خیرات قبول کړي. امین صاحب، او زه هم دعا کوم چې الهي زموږ په وطن کې د نور دا بدبختی او دا جګړې ته پای ټکی کېښودل شي او زموږ په هیواد کې د سوله او امن راشي. دغه وقایع هغه دعا ده چې زه خپله په هر روژه ماتي کوم. نه پوهېږم چې دا به څه وخت قبوله شي. الله پروردګار مهربان دی، خدای به قبول کړي انشاءالله تعالی. خدای بېله شکه چې رحمان او رحیم دی. ډېره زیاته مننه کوو د ښاغلي احمد ولي هوتک، د افغانستان نامتو لوبغاړی چې د آزادې مبارزې اتل دی، دا چې نن خپرونې ته راغلی، په خپرونې کې سهم ونیوئ. ستاسو په واسطه باندې هوتک صاحب، دا د نن د ظفر په څیرې کې یو ځلا، یو خوشحالي لیدل کېږي. دا واقعا یو بله اتلولي ده چې تاسو نن وکړه او تاسو په خپرونې کې سهم واخیستلی. دوستانو، یوازې څو شیبې پاتې دي روژه ماتی ته. تاسو هم خپل په دعاګانو کې د افغانستان خلک مه هیروئ، افغانستان ته دعا وکړئ، د نننۍ پیښې شهیدانو ته، ټپیانو ته دعا وکړئ، د نننۍ پیښې د شهیدانو او د ټپیانو کورنۍ ته دعا وکړئ چې خدای هغوی ته صبر او حوصله ورکړي. اوس به په ګډه سره لاړ شو، اسماء الحسنا به واورو وګورو او له هغه نه به وروسته هم شیبې وشمیرو و روژه ماتی ته. من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذير السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبتي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي
التعال البر تواب المنتقم العفو والرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. و عبادت همه شما به درگاه خداوند قبول باشه و بر همه شما افطار خوب و خوش میخوایم و همچنان از حمایت کنندگان مالی برنامه شرکت مخابراتی روشن و هپی انرژی درینک هم جهان سپاس که از برنامه حمایت مالی کردن و یک سپاس ویژه از قهرمان ورزش افغانستان احمد ولی هوتک و ظفر جان که مهمان برنامه ما بودند. بله، ایمیل آدرس ما از iftariatolo.tv، شما میتونین که به ما ایمیل بفرستین اگر پیشنهاد دارین و گفتنی تان، ما حتما میبینیم و میخوانیم. همچنان میتونین از طریق 456 به برنامه پیام بفرستین، ما بهترین پیام نشر میکنیم. شما میتونید نظریاتتون در مورد برنامه شریک بسازین با 456 امی حالا زنگ بزنین، پس از انتخاب زبان 62 در فشار بتین، پیامتون بر ما میرسه. افطار خوب و خوش، وقت شما بخیر. با سلام مجدد خدمت شما عزیزای دل، برنامه افطاری هست و قاری صاحب احمد فیاض عمری در استودیو با ما هستن و یک نعت زیبای را ازشان میشنویم. مهربانی قاری صاحب سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت همکاران برنامه‌تون و همچنان خدمت بیننده های عزیز تلویزیون طلوع، و در قدم دوم عرض تسلیت دارم به خانواده هایی که عزیزانشون امروز از دست دادن و بر شهدا جنت فردوس و بر بازماندگانشون هم صبر جمیل از خداوند خواهند. الهمین زنده باشید. یا رسول الله بر احوال خراب ما ببین، رو به خاک افتادیم از شرم عصیان بر زمین، رو به خاک افتادیم از شرم عصیان بر زمین، مذنب چون من نباشد در تمام امتت، شافیم شو از عنایت یا شفیع المذنبین، شافیم شو از عنایت ای شفیع المذنبین، دیده جیهون سینه پرخون دل کباب افتادگیم، رحم کن بر حال من ای رحمت للعالمین، رحم کن بر حال من ای رحمت للعالمین، یا به وصل خود رسان یا به کویت جان دهم، زندو نومیدم مگردان یا چنان کن یا چنین، زندو نومیدم مگردان یا چنان کن یا چنین، وقت مردن آرزوی این دلم گردد تمام، چشم بگشایم ببینم آن جمال نازنین، چشم بگشایم ببینم آن جمال نازنین،
واعظ بیچاره را از لطف خود دستش بگیر، زان که دارد دشمنی چون نفس و شیطان در کمین. ادامه برنامه هست و در استودیو با ما شخصیت عالی حافظ قرآن، عالم دین، استاد اسحاق عرب با ما هستند. سلام جناب استاد، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. سلام خدمت شما و خدمت همه همکاران شما و همچنین بینندگان برنامه خوب شما. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین. در قدم نخست درود میفرستیم بر روحی شهدای کشور، مخصوصا شهدای حادثه دلخراش امروز، و ابراز تسلیت میکنیم به همه خانواده هایی که از این حادثه درد دیدن و عزیزان خودشان از دست دادن. زنده باشین، تشکر. دعا میکنیم ما هم که خداوند جل جلاله این حادثه را آخرین حادثه افغانستان بگردانه، دیگه مردم افغانستان ما این قسم حوادث را شاهدش نباشن. خب جناب استاد اسحاق عرب، میخوایم که به زبان خودتان با شما بیشتر معرفی شویم. سلامت باشین. همونطوری که شما گفتین، اسحاق حیدری عرب تخلص میکنیم. متولد یکی از قریجات دوردست کشور، یکی از ولسوالی های قندوز، و سنونی طفولیت در اونجا سپری کردیم. در یک خانواده فرهنگی در این حال متمسک با علوم و فرهنگ اسلامی که الحمدلله افتخار عزیز داریم که قبلگاه سب عالم دین هست. ماشاءالله. دقیق یادم است که 10 ساله بودم که راهی مدرسه شدم، مدرسه که در همون قری خود ما شاگردا و طلاب میپذیرفتن در شعبه حفظ. سن 12 سالگی قرآن کریم را حفظ کردم. ماشاءالله. به اصطلاح که شما قبلا هم مهربانی کردین حافظ قرآن کریم، و البته لطف و عنایت از جانب پروردگار بود که نصیب ما شد. دقیقا. بعد از حفظ، یک سال بعد از حفظ، سن 13 سالگی بود یادم می که دستاربندی کردیم، و بعدش هم دروس دینی را در مدرسه فرا گرفتیم و همینطور مکتب تا مقطع لیسه که صنف 12 از قندوز فارغ شدیم، و بعدش هم از طریق امتحان کانکور وارد پوانتون کابل پوانزه شریعت شدیم. 4 سال دروس را در پوانزه شریعت سپری کردیم و افتخار تلموزی بیشترین استادا را داریم در پوهنتون کابل. پیش از فراغت از پوهنتون البته 1 سال به فراغت مانده بود که در یکی از تلویزیون های افغانستان به عنوان نطاق یا خبرنگار راه پیدا کردیم. مدت 6 سالی اونجا وظیفه اجرا کردیم. بعد از فراغت از پوهنتون دیگه بازم لطف و مرحمت پروردگار نصیب شد که افتخار تدریس در پوهنتون داشتم. مدت 3 الی 4 سال در پوهنتون استاد بودم، و مدت 2 سال میشه که افتخار همکاری را با همکاران وزارت حج دارم. بسیار خوب، بسیار عالی. جناب استاد، شما از ابتدا شروع کردین و تا این حد که رساندین، اولین دروس را که آغاز کردین پیش قبلگاه صاحب بوده؟ بله، اولین استاد ما قبلگاه صاحب بود و زانوی تلموزی را برای اولین بار پیش قبلگاه صاحب خم کردیم و بعدش راهی مدرسه شدیم. واقعا بسیار مزه‌دار هست که آدم پیش پدر خود درس یاد بگیره. میشه که خاطرات بسیار جالب و شیرین را که پدر هنگام درس دادن برای شما میداد؟ خیلی خاطرات شیرین از او دوران داریم، با توجه به اینکه ما طفل بودیم. البته در امور درس
بیشتر از آنچه که قبله گاسب تلاش میکرد ما آمادگی لازمه داشتیم. اما ای که یک مقدار شوخ بودیم گاهی اوقاتم گوشتوک میشدیم از طرف قبله گاسب که هم استاد ماست و در واقعتش او خاطره تا هنوز زنده هست و آلی هم در خانه ما هم قبله گاسب بر علاوه از اینکه پدر است حقوق پدری و احترام پدرش به جای خودش به عنوان استاد ما احترامش داریم و برخورد ما برخورد شاگردانه است و احترام که برش داریم احترام استادی است. در مقابل که در اواخر که ما دروس تفسیر داشتیم و قبله گاسب خودش در درس شرکت میکرد گاهی اوقات که واقعا من نمیتونم او حرفش تحمل بکنم که وقتی که در خانه هستیم احترام متقابل ما بهش روبرو میشیم که قبله گاسب با توجه به یک انسان خیلی بزرگه با او بزرگیش ما را استاد خطاب میکنه که ما خودم میشرم از حرفش. بزرگترین نعمت پدر و مادر هست واقعا که بیشک. پیدا نمیشن واقعاً. و نعمت بسیار کلانی هست برای همه. جناب استاد قسمی که ما خبر داریم اطلاع داریم ای که شما درس ها را بخیر خلاص کردین، بعد از او باز وظیفه ها در جاهای مختلف انجام دادین، بعد از او باز آمدین و ازدواج کردین، ازدواج هم که هنوز نامزد هستین، علت تاخیر انداختن ازدواج چی بوده؟ گاهی اوقات مراحل زندگی خودش درس بزرگه بر انسان و گاهی اوقات اتفاقاتی در زندگی انسان رخ میده که انسان در واقع به عمق مسئله وقتی که متوجه میشه بازم به قدرت های پروردگار بیشتر معتقد میشه. نکته خوبی را شما اشاره کردین و این سوال است که اکثر دوستا میپرسه و با گاهی اوقات ما با این سوال روبرو میشم که یک مرحله زندگی که باید پیش از وقت روی از این تصمیم گرفته میشه چرا این تاخیر شد؟ اولی که هر چیز از جانب پروردگار است و بدون شک بدون اراده پروردگار هیچ کاری هم صورت نمیگیره و هر قدر اگر سعی و تلاش هم شوه فلسفیش است که یعنی انسان با سعی و تلاش خودش طبیعی است که حالا دین ما را به سعی و تلاش در هر کاری دستور میده که حتی وقتی که ما با آیات قرآنی متوجه میشیم دستور واضح برای سعی و تلاش و حرکت خستگی ناپذیر در امور زندگی دنیا و آخرت داره. اما با اون گاهی اوقات تو سعی و تلاش میکنه برای این که یک چیزی را به دست بیاره اما او چیز را به دست نمیاره. اما این وعده پروردگار است که ایوازش برات میته اما عین چیز را نمیته. ممکن که در اونجا خیر انسان نهفته باشه و همینجاست که ما سعی و تلاش از بسیار وقت داشتیم اما خوشبختانه که در اواخر در نزدیکی ها ما مثلا این سعی و تلاش ما جنبه عملی برای خودش گرفت و تشکر میکنیم از پروردگار برای این نعمتش که باز هم ما را شایسته این نعمت دانست و تشکر میکنیم از فامیل که نام تصمیم عاقلانه در این قسمت گرفتن و خوشبختانه که در اواخر دوستای ما شاهدی اینطور یک چیزی در زندگی ما بودن که ما هم خود ما خیلی هم خرسندیم از این پیوندی که تازه تشکیل شده و با فامیلی که ما فعلا زندگی مشترک را تعهد بشه گذاشتیم از اون فامیل بسیار رضایت داریم و مخصوصا از کسی که فعلا با ما شریک زندگی شده و در یک سفری طولانی ما با هم همرکابیم و گام را گذاشتیم در ابتدای سفری طولانی از این هم خیلی خرسند است. زنده باشین. ما هم دعا میکنیم که خداوند جل جلاله برای شما یک زندگی خوب آرام خوش و پر برکت و پر از مهر و محبت برای شما نصیب بکنه. در آخر میخواییم بسیار وقت کم داریم، شاید یک 30 ثانیه داشته باشیم. یک پیام مختصر شما را از دین من حیث یک عالم دین بشنوم. پیامی را که برداشتی را که من از دین دارم و پیامی را که از دین گرفتم و این را میخواییم که به دیگه هم قطارا و هم جوانای کشور و وطندارای خودم بگوییم که پیام دین پیام انسانیت است. بزرگترین پیامی را که از دین گرفتیم
پیام انسانیت، انسان دوستی، محبت و عبادت پروردگار آمادگی در دنیا و آخرت. زنده باشین. تشکر بسیار زیاد. زنده باشین. ای بود بیننده های عزیز برنامه افطاری امشب که حضور شما تقدیم کردیم. تا فردا شما را به الله بی‌نیاز می‌سپارم. خدا نگهدار.